و هو معکم اینما کنتم، الله با شماست در هر کجا که باشید. ادریس جان، الله متعال همیشه با ماست. ما در معیت الله متعال قرار داریم، الله متعال همیشه پشتیبان ما می باشه و همیشه سخن ما رو میشنوه و همیشه رازی که ما در دل خو ار پنهان کردیم میدانه و او چیزی که در ذهن ما خطور میکنه میدانه و میفهمه. ابن عباس رضی الله عنه در شرح از این آیه، در تفسیر از این آیه میفرمایند که الله متعال در هر جا با شماست یعنی چی؟ یعنی عالم بكم اینما کنتم، عالم به حال و احوال شما در هر جایی که باشین، دانای به حال و احوال شما. سفیان ثوری رحمت الله علیه در شرح از این آیه میفرمایه علمه معکم، علم الله متعال با شمانه در هر کجایی که باشین، شما در هر کجایی که باشین علم الله متعال با شمانه و حال و احوال شما خبر داره. در یکی از آیات الله متعال میفرمایه ما یکون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اینما كنت. شما اگر سه نفرم باشین با هم گوش به گوشک کنین، الله چهارمیه. اگر پنج نفرم باشین داخل گوش با هم سر بگیریم و حرف بزنیم، الله ششومیه و میفهمه بدون شک. و اگر کمتر هم باشیم الله تعالی با شما و میفهمه، و اگر بیشتر هم باشیم الله متعال با شما و میفهمه، و در هر کجایی که باشیم الله متعال با شما. این همو یقین پخته ایه که الله متعال میخواد تلقین بکنه به بندهای خود که در هر کجایی که باشی الله متعال با تونه و با تو همراه. بله، در این شک وجود نداره سیر جان. میت و امراهی الله متعال به اشکال متفاوتی با بنده. بله، یکی میت عام الله متعال که دقیقا شما گفتین سیر جان، میت الله متعال با علم الله متعال. این میت عام الله متعال تمام مخلوقات شامل میشه، علل خصوص انسان، چی مسلمان و چی غیر مسلمان. این میت عام الله متعاله. تمام انسان ها با استفاده از معرفت و داشته های ذهنی خود خو، با آشنایی با سنت ها و قوانین الهی حاکم در روی زمین میتونن به چیزهای دست پیدا بکنن. این میت و امرای الله متعال به گونه عامه. اما الله متعال یک میت و امرای خاصه داره. این میت و امرای خاص الله متعال فقط برای مؤمنانه، نه برای غیر مؤمن. دقیقا این میت خاص الله متعال برای مؤمنان که هست چی هست؟ یک، تأیید. تأیید میشه بنده مؤمن توسط الله متعال با امی میت و امراهی الله متعال. دوم، نصر و پیروزی. خیلی از وقتا هست تمام مخلوقات با آشنایی با قوانین و سنت های الهی میخوان به موفقیت در مقابل مؤمن دست پیدا بکنن، اما میت خاص الله متعال با مؤمنه و خداوند قوانین و سنت های الهی خود را تغییر میده. انسان های مؤمن با تعداد کم در مقابل کافران که غیر مؤمنن که تعداد از اونان زیاد پیروز میشن. این میت خاص الله متعال. میت الله متعال به گونه خاص در شکل حفظ ظاهر میشه. خداوند متعال بندگان مؤمن خود را حفظ میکنه، اونا را فضل میبخشه، برتری میبخشه. ای بندگان و مؤمن که میت خاص الله متعال دارن، باز نسبت به غیر مؤمن ها فضیلت و برتری خاص دیگه دارن. به همین خاطر انسان و مسلمان باید متوجه باشه در کنار در نظر گرفتن میت و امراهی عام الله متعال، متوجه میت و امراهی خاص الله متعال باشه و در پی تقویت کردن این میت و امراهی خاص الله متعال در زندگی خود باشه. دقیقا ادریس جان، در زندگی عملی پیامبر صلی الله علیه و سلم بیاییم ببینیم که اونا چقدر درک کردن معیت الله متعال و در چه نکات حساس درک کردن میخواین پیامبر علیه السلام به قتل برسانن. پیامبر علیه السلام خلاف جهت حرکت کردن و رفتن داخل غار، با یار غار
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. مشرکین رسیدند، نزدیک شدند، ان قریبه که دریابند، پیدا بکنند ای دو یار غاره. حضرت ابوبکر لرزه به اندام داره، ترس و دلهوره فرا گرفته، نه به خاطر خود بلکه به خاطر نبی خدا. و میگه این چه کار میشه؟ پیامبر علیه الصلاة والسلام چی میگن؟ لا تحزن ان الله معنا. غمگین مباش، نه ترس، دلهوره مباش، نه لرز، الله متعال با مانه. ترک کرده بودن، فهمیده بودن که در آغوش الله متعال. الله متعال بنده خور در دست ظالم رها نمیکنه. الله متعال بنده خور در دل مشکلات تنها رها نمیکنه. الله متعال یار و یاور بنده خونه و ناصر بنده خونه و پشتیبان بنده. بله. ان الله يحبك ولا ينساك الله ابدا. خداوند متعال تو دوست داره و تو هرگز فراموش نمیکنه. امام در یک مسجد خطابت داره. با فرزند خو عادت داره که در هر جمعه در شهر آمستردام هلند کتاب ها و جزوه ها و نوشته های برای غیر مسلمان ها بدن. اونار با الله، با پیامبر، با قرآن و با دین اسلام بیشتر آشنا بکنه. چندین جمعه اتفاق میفته، فرزند امام 11 سال بیشتر سن نداره. در یک جمعه بارش بسیار زیاد بود، بعدن از پدر خود این فرزند 11 ساله میطلبه که بابا جان بیایم بریم بیرون شیم و به دعوت و تبلیغ این دین بپردازیم. بعدن بابا اصرار میکنه که نه، امروز بارش زیاده و امکان نداره و ما معذوریم، نمیتونیم که بریم به کارم بشگی خوب بپردازیم. اما بالاخره به اساس پافشاری که فرزند بکنه، امام که پدر ازی باشه اجازه میده که تو برو، من امروز در خانه. چندین کتاب در دست خود خواهی پسر داره و بعد میره به بازار و یک جاده نشانی میکنه که امروزه میمی کتاب ها به تک تک این خانه ها میرسانم، به تک تک این خانه ها، و تا این کتاب ها رو به خانه ها نرسانم اصلا به خانه برگشت نمیکنم، تک تک کتاب ها رو میدم به هر کدام از این خانه ها. بعدن وقتی که این کتاب ها رو توضیح میکنه، یک کتاب باقی میمانه و یک خوله. کتاب هست طریقونا الی الجنه، راه ما به سوی بهشت. بعدن میره دم از این دروازه و تصمیم میگیره که تا این کتاب رو به این خانه نده اصلا برگشت نمیکنه. تک تک میکنه، دروازه باز نمیشه. دفعه دوم تک تک میکنه، دروازه باز نمیشه. میخوای که بره، میگه نه، ما باید آنقدر تک تک شدت ببخشم تا صاحب خانه بیایم، من کتاب بدم و بعدن برم. تک تک زیاد میکنه، زیاد میکنه. بعدن یک زن مسن دروازه باز میکنه. زن مسن که دروازه باز میکنه، این جوان رو میبینه، این کودک و نوجوانه 11 ساله، میگه ان الله یحب، خداوند تو رو دوست داره. جالب. با شنیدن این جمله امین زن مسن کمی متحول میشه. خب میگه تو چی میخوای؟ کتاب رو میده و بالاخره دروازه رو بسته میکنه. یک هفته بعد در جمعه بعدی پدر از این فرد کودک 11 ساله وقتی که امامت و خطابت از او تمام میشه، میگه کدام شخصی اگر سوال داره در پشت و در صف آخر که خانه ها نماز میخوانن، این زن مسن استاد میشه. زن مسن استاد میشه و میگه مگه پای دارم. امام مسجد میگه بفرما هر چیزی داری بگو. میگه من یک هفته پیش اصلا فکر نمیکردم و مسلمان بشم. من یک هفته پیش اصلا فکر نمیکردم که در چنین وضع امروزی که هستم قرار بگیرم. به هیچ عنوان. چیکار شد؟ من در جمعه گذشته آنقدر از زندگی که خسته کننده بود درزد شده بودم، تنابر بسته کرده بودم به سقف، کرسی و میز آورده بودم زیر پای خود خو و میخواستم بالاشون و خود را اعدام بکنم. چرا که چند روز میشد که شوهر خود را از دست دادم و در این شهر هیچ کس امیار و هم رفیق منیه، تنها و ناامید. بله، بدون شک. اما میگه به محض از این که تنابر میخواستم به گردن خود خو اندازم، دیدم دارم دروازه تک
باز منتظر بودم که تک تک دروازه تمام بشه باز میبرم، باز دیدم هر چقدر ما منتظر میمونم شدت تک تک ها بیشتر میشه. بالاخره تصمیم گرفتم برم دروازه رو باز کنم، بعدن اعدام بکنم خوده با دار بزنم. بعدن در وقتی که میگم من دروازه رو باز کردم، کودک و نوجوان 11 ساله دیدم که نور از چهره از او میریخت و بعدن جمله ای گفت که زندگی من کامل متحول کرد. گفت ان الله یحبک، خداوند تو رو دوست داره و خداوند هیچ وقت تو رو فراموش نمیکنه. ما در زندگی خود خود متوجه باشیم و هو معکم اینما کنتم ولا ینساک الله ابدا، خداوند تو هیچ وقت فراموش نمیکنه. و بفهم که الله متعال راه هدایت و راه رسیدن تو به خود خود حتما و حتما انوار میکنه. و هو معکم اینما کنتم. الله متعال می فرمایه که ما با شما نم در هر جا که می خواهیم باشیم، می الله با شما هستم. جناب استاد فرهاد موحد، خوش آمدید به برنامه. سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز، ممنون از اینکه ما را پذیرفتید. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید جناب استاد. خواستیم جناب استاد تأثیر ای آیه مبارکه در زندگی شما بدانین و آیا شما کدام نمونه عملی و تجربه عملی نسبت به ای آیه مبارکه در زندگی خود داشتین؟ میشه قطعا تمام آیات خدا آمده تا تأثیر بگذاره، گوشه گوشه زندگی ما آمده تغییر بده، نه آمده فقط بخوانیم. قطعا یکی از تأثیرگذارترین آیات خدا هنمی آیت و هو معکم اینما کنتم. ای آیت بیانگر همراهی خدا، بیانگر حضور خدا در تمام گوشه های زندگی ما. یعنی ما و شما خدا رو باید ناظر بر کردار و گفتار و پندار خود بدانیم. الحمدلله ایمان به خدا که هست، در کنار ایمان خدا تنها چیزی که ایمان ما روح و روان میبخشه یقین به درک حضور خداست. ای که ما باور کنیم هر چیزی که میگیم، هر لفظی که میگیم خدا هست و خدا میبینه. همراهی خدا رو باید تمرین کنیم، تمرین کنیم تا اندرون ما یک وجدان بیدار رو بسازه که وجدان نگذاره ما دست از پا خطا کنیم. جالب. هر زمان که خواستیم حدود خدا رو بشکنیم دست ما رو بگیره و اگر خواستیم حریم بندگان خدا رو نقض کنیم راهنمایی کنه، ما رو تشویق کنه تا حفظ کنیم حریم بندگان خدا رو. و معیت خدا یعنی چی؟ معیت خدا یعنی ما کارگریم، بیشتر از توجه صاحب کار متوجه ای باشیم که پروردگار حاضر است، پروردگار همراهی میکنه ما رو. اصلا شاید چراغ ها خاموش شد، شاید با رفتن برق دوربین های مدار بسته از مدار فعالیت خارج شود، دیگه فعال نباشه. شاید اصلا خلیفه ما متوجه ما نبود، پدر و مادر اصلا شاید کلن از ما بیخبر بود، استاد روی او طرف ما نبود، اما الله هست، الله میبیند، الله حاضر است، الله شاهد و گواه است. دقیقا. و ای اللهی که امروز بیننده ای کار ماست، فردا قرار قضاوتگر، قراره که قاضی این فعل ما هم باشه. یعنی این صحنه ای که دیده، یعنی این صحنه ای خداوند قرار قضاوت کنه. و این فکر و اندیشه باعث میشه که ما یک انسان خالص باشیم، انسان بیغش باشیم، انسان پاک باشیم و مهمتر از او ما رو به یک انسان یک روح و یک انسان بیریا تبدیل میکنه. و چه خوبه که انسان هر لحظه ای آیت رو سرمشق و زندگی خود قرار بدیم تا باشه که زندگی ما تغییر بده. واقعا یک حکایت بسیار جالبه به یاد ما اومد، از زندگی خود میگم. یکی از دوستای ما واقعا یک مقوله رو شنیدم، میگن چراغ سرخ بندگان خدا حضور خدا بودن، درک حضور خدا بودن. یکی از دوستای ما بسیار آدم پاکه بودن، یک روز از من سوال کرد که این سوال سهمگین او باعث شد بند وجود ما بلرزه. میفهمین چی پرسید؟ پرسیدن
چند درصد در تنهایی ها مسلمانی؟ یعنی میخوام بسیار ساده تر بگم، یعنی وقتی که هیچ کس جز الله نیست، فقط در خلوت های محض چند مرد حلاجیم به پای ادعای مسلمانی، امانتداری، صداقت خود استاد شویم. یعنی می اندیشه و این محکه که ایمان ما رو نزد پروردگار با ارزش میکنه. ای باور و اندیشه رو باید بسیار در زندگی ای آیت رو باید نقش کنیم، ای آیت رو باید با ای عشق بورزیم، نوشته کنیم به در و دیوار و خانواده بزنیم. باور کنین از این سوال دوست خودی اندازه متاثر شده بودم که از این عکس نوشته درست کرده بود، بعد به پس زمینه موبایل هر زمان که ساعت رو میدیدم گویا موبایل به ما گوش زد میکرد حضور خدا، که پروردگار همزمان و پروردگار همچنان بیننده تو هست و تو میبینه. و اگر بخوایم تمام این مطالب در خلاصه ترین و عمیق ترین جمله ای عالم بازگو کنیم، بناچار باید دوباره بگوییم و هو معکم اینما کنت. ممنون از شما. بسیار جالب، تشکر جناب استاد از اینکه دعوت ما پذیرفته. واقعا سخنان شما مر تحت تاثیر قرار داد، سخنان بسیار جالب و جذابی بود. انشاءالله که از سخنان شما ما بیننده ها استفاده کردیم. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفته. سطبند باشین، خداوند یار و یاور شما و تمام بیننده های شما. تشکر. و هو معکم اینما کنتم. انسان مسلمان بعد در زندگی خود خو ارتباط محکمی با الله متعال برقرار بکنه و بدانه که الله متعال با اوه. حضرت موسی علیه السلام و آرون وقتی که خداوند متعال اینا رو میفرسته به نزد فرعون، اذهب الى فرعون انه تقى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، که شما برین به نزد فرعون او را دعوت بدین که طغیان کرده، امیده که بترسه و به الله متعال ایمان بیاره. موسی علیه السلام میگه ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، پروردگارم میترسیم ما که ما ترد بشیم و گپ ما پذیرفته نشه و علیه ما طغیان صورت بگیره. قال لا تخافا اننی معكما اسمع و ارى، الله متعال میگه نترسین، ما با شمانم میشنوم گپای شما رو و میبینم که چی اتفاقی در اونجا میفته. انسان و مسلمان در زندگی متوجه باشه که الله متعال در هر حال و احوالی که بنده باشه با اونه و همراه اوه. اصلا انسان وقتی که همراهی الله متعال را درک بکنه، در نفس خو مراقبه میکنه و در ظاهر خو محاسبه میکنه. جالب. و اینجا که همراهی الله متعال را به شکل کامل از او درک میکنه، ان الله بصیر بالعباد، الله متعال بیناه و تمام اعمال بنده های خود میبینه، والله بصیر بما تعملون، عمل های بنده های خود میبینه و اونا رو زیر نظر داره، زیر دیدبان ها داره الله متعال. و در جای دیگه الله متعال میفرمایه و توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، توکل بکن به او ذاتی که غالب و مهربانه و تو در حین سجده و در حین که استاده میبینه و همراهتونه و معیت از او همراهتونه و همیشه به همراه تو میباشه. خیلی جالبه، میگن اذا سکت علمه، وقتی که تو سکوت بکنی الله متعال میفهمه. بله بدون شک. و اذا تکلمت سمع، و وقتی که تو سخن بگی و لب سخن بگشایی الله متعال میشنوه. و ان تحرکت را، و وقتی که تو حرکت بکنی الله متعال تو رو میبینه. همین قسم سیار جان، الله متعال همیشه با بندگان خونه. شما ببینین این آیه بر انسان یک درس میده. الله متعال میگه و هو معکم اینما کنتم، این یک درس میده، یک پند میده بر انسان. و او پند اینه که بلا تشبیه شما تصور بکنین که یک پدر، یک پدری یک فرزند بسیار ضعیفی داره، بعد برای ازی فرزند خو میگه بابا جان تو برو هر کاری که دلتو میخواه انجام بده، من با پشتتونم، من متکایتونم، میتونی برای من تکیه زنی.
و ای گپ پرم میگه که بابا جان در این حال خیلی مراقب باشی، مبادا کار انجام بدی که مخالفت با ما بکنی. الله متعال میگه که هو معکم، او همراه شمانه. در چی همراه مان الله متعال؟ بزرگای دین میگن الله متعال در اون و نصر همراه انسان مسلمانه. هو معکم یعنی برای همکاری شما با شمانه، هو معکم به خاطر اون و همیاری با شمانه، شما رو کمک میکنه الله متعال. ما و شما انسان ها ناقصیم، ضعیفیم. باور بکنین اگر الله متعال در امور کاری و شغلی و امور یومی ما کمک نکنه از عهده کار برآمده نمیتونیم. دقیقاً ای که یک روز تا شام سپری میکنه اوقات کاری فقط به خاطر اینه که الله متعال ما کمک میکنه و باید این از کمک الله متعال بدانیم نه از خود. و یه مثال واضح تره بلا تشبیه، مثل یک استاده که برای شاگرد خود میگه یک پروژه بسیار سخت و وزین و سنگین به عهده از او میگذاره، به عهده شاگرد خود، و بعد به شاگرد خود میگه برو با تمام دلجمی و سعی سطر این موضوع پروژه رو آماده کن، اما فراموش نکن که من هم با تونم، با تو کمک و همکاری میکنم. و اینم فراموش نکن که اگر این پروژه تو آماده نکردی نمره تو کم میشه. دقیقا الله متعال بر انسان ها میگه من با شمانم، شما رو کمک میکنم، اما خدای نخواسته اگر مخالفت مر کردین آتش دوزخ سزاوار شمانه. و یکی از بزرگان سیر جان و ادریس جان یک گفت بسیار جالب میگه، خیلی جالب. او میگه شما میتونیم گناه انجام دین، گناه رو میتونین انجام دین، اما به چند شرط. اول میگه شما بریم گناه و معصیت الله متعال در جای انجام بدیم که الله متعال شما رو نبینه، در مکان انجام دیم که الله متعال شما رو نبینه، در ملک و زمینی انجام دیم که اون ملک و زمین از الله متعال نباشه. اگر این دو شرط رو به جا کردیم میتونیم گناه انجام دیم. حال ببینیم کدوم ملک ملک خدای ما نیست و در کجا میتونیم ما بریم که الله متعال ما رو نبینه؟ در خلوت و جلوت، در روز و شب، در زمستان و تابستان الله متعال ما رو میبینه. بلا تشبیه به مثل یک کامره که همیشه با مانه، معیت کامره با مانه، همیشه با مانه، دقیقه به دقیقه، ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه، ماه به ماه، سال به سال، هفته به هفته، روز به روز، اوقات و ساعات ما و اعمالی که ما انجام میدیم رو ثبت میکنه. همین قسم کامره های غیبی که در اختیار الله متعال تمام اعمال انسان ها رو ثبت میکنه. و این مفهوم همی آیه که الله متعال میگه هو معکم. یا مثال او استاد هوشیاره که استاد زیرکه، میخواه شاگردار درست تربیه کنه، به صورت معیاری تربیه کنه، بعد یک ایوان میده به دست شاگردار میگه ایر ببرین در یک منطقه زف کنین که الله شما رو نبینه. هر کس میره به یک پناهگاه خود را پنهان میکنه و ایوان زف میکنه و میه پیش استاد. بعد استاد میبینه که یک شاگرد نیامد، بعد که جستجو میکنه و دنبال از او میره و میگه فلانی تو ای شاگرد حیوان رو زنده به پیش استاد میاره، میگه فلانی حیوان چرا زبه نکردی؟ میگه ای استاد به هر جا رفتم الله مر میدید، به هر منطقه که رفتم الله متعال مر میدید، من ایشته منطقه و چه قسم منطقه رو من پیدا کنم که حیوان زب کنم که الله متعال مر نبینه؟ معیت الله متعال همین قسمه، در هر کاری که بکنین، هر کاری که انجام بدیم الله متعال با مانه. الله متعال خالق عالم هستیه، رازق انسان و حیوانه، بهتر از این و آنه. چه معیت بهتر از معیت الله متعال و چه معین بهتر از اعانت و همکاری الله متعال. انشاءالله که از ای آیه درس بگیریم و همیشه مراقب اعمال، رفتار، گفتار، پندار خود باشیم که ما بادا کار انجام بدیم که مخالفت با اوامر الله متعال باشه.